دوستان سلام. محمد علی دلنواز هستم، متولد 1351، آهنگساز، خواننده، نوازنده و سازنده ساز بنجون. از سال 1369 شروع کردم به آموختن بنجون نزد اساتیدم استاد محمد نقیبی و در بحث آهنگسازی از محضر استاد غلام رسول دینارزهی بهره بردم. با هنرمندان مختلف آشنا شدم و کار کردم، هم در خارج از کشور و هم در کشورم. استاد دلنواز عزیز، بفرمایید که بنجوی طراحی و ساخته شده توسط شما چی ویژگی و برتری نسبت به بنجوی بلوچی دارد؟ دوستان سلام. خدمتتون عرض کنم که خب همیشه من این دغدغه‌ام بوده که توی موسیقی تنوع باشه، توی موسیقی که من کار میکنم تنوع باشه. به طب وقتی توی بنجو سازی یا ساز سازی من فکر میکردم، ایده هایی به ذهنم اومده بود که اونا رو بعدن با به اتفاق آقای عمر سپاهی به لطف خدا تونستیم عملی کنیم. کاری که ایده های جدیدی که انجام شده، ما سیم های جدیدی تهیه کردیم. البته قبلا اساتیدی این کار رو انجام داده بودن، اما به صورت دکوری، بله، کاربرد نداشته. همینجوری به صورت دکوری نصب بوده روی بنجور و استاد بلاول بلجم هم از ساز هندی به هندی به نام سرمندل طرف فارسی استفاده کرده، ولی اون ساز جداگونه بوده که یه صفحه رزونانس بوده، هیچ نقشی توی صدای بنجو نداشت. یعنی بنجو رو جلوش میذاشتن، اون ساز رو تقریبا یه سنتوری با فاصله میذاشتن و میکشیدن از راه بشن. ولی کاری که حالا ما انجام دادیم روی بنجو، سیم های سمپاتی رو خود ساز نصب کردیم به صورت کاربردی. وقتی روی نوت اصلیش با مضراب میزنید، در دو سمتش یا در یک سمتش سیم های اضافی که هست اون به ارتعاش در میاد و یه ارتعاش که در اومد صداش در میاد، دیگه یه حالت ریورب یا ایکوی طبیعی یه زیبایی میاد که خدا رو شکر برای اولین بار بنده و آقای سپاهی، یکی از دوستان خوب ما هستن و خدا ایشون رو سر راه ما قرار داد که بتونیم با هم کار کنیم، تونستیم یه سازی رو به اسم بنجوی جدید بلوچستان با 35 سیم درست کنیم. این یه کار آزمایشی بود، ما برای اولین بار چون کار آزمایشی بود اومدیم از کلاس گیتار استفاده کردیم، گفتیم ببینیم جواب میده یا نه. بعد نتیجهش رو گرفتیم دیگه، نتیجهش مثبت بود. بعد از اون اومدیم سیمی سازی به اسم گلبانگ رو با 40 سیم به اتفاق جناب آقای سپاهی درست کردیم. حالا ایده من اضافه کردن سیم های اضافی بود و کاری که بنده با جناب سپاهی انجام دادم با هم کاری هم کوک بنجو رو استاندارد کردیم، یعنی با سازهای بین المللی به صورت 100% الان کوک میشه.
باشد و این مستی تا کار دهد دستم. من نمیخوام زحمات اساتید گذشتم رو زیر سوال ببرم، اونا در حد توان خودشون کار کردن، زحمت کشیدن و تحویل ما دادن و به تمام ایده هایی داشتیم که پیاده کردیم و جواب خیلی خوبی رو خدا شد. لیلا دو لیلا دو بعد از اون ساز گلبانگ بنده تهران با یکی از دوستانم، یکی از اساتید ایران، یکی از بهترین سنتورسازان ایران به اسم جناب آقای بهمن ولیزاده آشنا شدم و با کمک ایشون بنجوی ساز بلوچی هست، توی بلوچستان میشناسن و خیلی کم هستن بنجو سازانی که استاندارد بیان ساز میسازنی، متاسفانه روی این ساز خیلی کار نشد. با جناب آقای ولیزاده یه ایده هایی رو مطرح کردیم که اون ساز رو سازیست به اسم دلنواز، یعنی تخلص من از اون ساز گرفت، از اون ساز گرفت شده و اون ساز 26 تا سیم داره، چوبش از گردوی 700 سال هست، چوبش خدا شکر خیلی مرغوب هست و روان کوب اضافه کردیم. از هم با همه نوت ها میکنه درسته؟ بله بله بله. دوستان سلام. بنجو خب ساز کاملیه، ساز کامل یعنی اینکه با یک کوب میتونیم همه دستگاه های موسیقی رو، چه دستگاه موسیقی بلوچ رو، چه دستگاه موسیقی سایر اقوام رو، حالا باش نوا، فواصل این فواصل پرده هاش کروماتیک، یعنی این پرده هست و استاندارد جهانی هست. الان خدا شد با کمک آقای سپاهی تونستیم این ساز رو استاندارد بکنیم و با سازهای جهانی دقیقا کوک میشه، سرکوک 100% میشه الان و هیچ مشکلی نداره.
راستای شکوفایی استعدادهای سرزمین ما ایران معرفی و گفتمان با نخبگان علمی، هنری، ورزشی. کانال آپارات، صفحه اینستاگرام، کانال تلگرامی، ربات تلگرامی، رادیو اینترنتی دوستان سلام و نرم افزار وب اندروید. اینترنتی دوستان سلام.